سلام و شب شما بخیر. به برنامه امشب بازار استرانیوز خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها. تلاش برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان. وزارت صنعت و تجارت از راه اندازی نشست برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان خبر میدهد. بیشترین اما فوکس بالای سکتور خصوصی است که چطور ما میتونیم اینا رو با هم نزدیک بسازیم و گفتگو آغاز شد که روابط تجارتی ما که پس از سفر جلسه رئیس جمهور افغانستان و ازبکستان رو به افزایش است. بهره‌مند شدن هزاران خانواده از برق وارداتی در بادغیس. برای نخستین بار در ولایت بادغیس تا کمتر از 10 روز دیگر از برق وارداتی بهره‌مند می‌شوند خانواده ها. فعلا وزارت انرژی و شرکت برشنا روی تاریخ های احتمالی که تست برق باشه و همچنان تاریخ وصل شدن دائمی برق باشه گفتگو دارم. انتقاد از ناکارایی پروژه فایبر نوری. آگاهان بخش فناوری میگویند که فایبر نوری از پروژه های با هزینه بلند اما ناکام حکومت است. متاسف در افغانستان به ما شرایطی که ما نیاز داریم به فایبر نوری نیست. و حکایت یک مهاجر سوری در امریکا. یک مهاجر سوری که به علت نبردها کشورش را ترک کرده است در یکی از رستوران‌ها در ایالات متحده آمریکا کار می‌کند. زرمینا محمدی هستم تا یک ساعت دیگر با تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. مشروع خبرها. وزارت صنعت و تجارت از راه اندازی نشست برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان خبر میدهد. سخنگوی این وزارت میگوید که این نشست بر روز 20 ماه روان میلادی در ازبکستان برگزار میگردد و در آن در کنار مقامهای دولتی دو کشور سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز شرکت میکنند. از سوی هم اتاق تجارت و صنعت میگوید که در این نشست روی ترانزیت کالاهای صادراتی کشور از راه ازبکستان به کشورهای دیگر آسیای میانه و روسیه نیز گفتگو خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت هدف از راه اندازی نشست را که زیر نام گفتمان بخش عامه و خصوصی در ازبکستان برگزار می‌گردد، توسعه دارالسودهای بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان می‌گوید که به باور این نهاد در مقایسه با گذشته‌ها کاهش یافته است و در یک سال پسین با امضای چندین توافقنامه همکاری دوباره فرصت برای افزایش و بهبود آن فراهم شده است. بیشترین اما فوکس بالای سکتور خصوصی است که چطور ما میتونیم اینا رو با هم نزدیک بسازیم و گفتگو آغاز شد که روابط تجارتی ما که پس از سفر جلسه رئیس جمهور افغانستان با ازبکستان رو به افزایش است این بهتر شد و کالاهای بیشتر افغانستان از طریق ازبکستان به کشورهای دیگه صادر شد یا در خود ازبکستان صادر شد و برعکس کالاهای مورد نیاز ما از ازبکستان به افغانستان بره. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع میگوید که در این نشست سرمایه گذاران دو کشور روی علاقمندی سرمایه گذاران ازبکستان به سرمایه گذاری در صنایع و معادن کشور و استفاده از سردخانه ها و مرکز های پروسس و بسته‌بندی شهر ترمز برای صادرات فرآورده های کشور گفتگو خواهند کرد. موک دو ازبکستان سره په تفاهم رسیدلی یو ترسو د افغانستان او ازبکستان په مرز یا سرحد کې ترمز کې سړی خونی جوړیږي او د پروسس زینو جوړیږي چې موږ خپل تو کې حالت انتقال او په امن فضا کې به حالت پروسس کیږي او ساتل کیږي دغه وروسته نور هیوادونو ته صدریږي په دغه موضوعات باندې هم بحث کیږي. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع سالانه ارزش بازرگانی کشور با ازبکستان به 600 میلیون دلار میرسد که از این میان 200 میلیون دلار آن را صادرات به ازبکستان تشکیل میدهد. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای پسرلی، نشست که قرار است در ازبکستان برگزار شود، شما فکر میکنید که این نشست میتونه چقدر در گسترش رابطه بازرگانی افغانستان و ازبکستان ما را کمک بکنه و همچنین پیشنهادات مشخص شما در این نشست چی خواهد بود؟ تشکر. سلام بر شما و به همه بینندگان عزیز. خوشبختانه به تاریخ 19 یک حیات که تحت ریاست جناب وزیر صاحب صنعت و تجارت و همچنان معاون تجارتی اتاق تجارت صنایع افغانستان به کشور ازبکستان می روند
و در تاریخ 20 جون رسما نمی کنفرانس یا دیالوگ بین حکومت و سکتور خصوصی هست آغاز می گردد. هدف کلی ما در این دیالوگ این است که ما باید با حکومت افغانستان و همچنان با حکومت ازبکستان مذاکرات داشته باشیم. کدام تسهیلاتی که فعلا وجود دارد باید بیشتر شود. تجارت بین دو کشور مشخصاً بین ازبکستان و افغانستان و همچنان استفاده از حق ترانزیت که ما بتانیم کارهای خود توسط ازبکستان به کشورهای آسیای میانه مشخصاً به روسیه صادر کنیم. در بخش سوم سرمایه‌گذاری های مشترک است که ما در افغانستان و در ازبکستان بتانیم سرمایه‌گذاری کنیم، ولی بیشتر توجه ما این است که در افغانستان در بخش معدن، بخش صنعت و بخش های مختلف دیگری مانند انرژی ما بتانیم سرمایه‌گذاری کنیم. باید بگویم که رابط اقتصادی ما در کل با ازبکستان بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی آغاز شد. قبلا بسیار ما مشکلات داشتیم با سفر رئیس جمهور به ازبکستان که در حدود 21 تفاهم نامه قرار امضا کردند و بعدا بعضی نشست های دو جانبه صورت گرفت. در این نشست روی امی تفاهم نامه هم باعث میشه که کدام تفاهم نامه چقدر عملی شده و باید کدام تفاهم نامه دیگر عملی شوند. و همچنان در بخش بهبودی روابط تجارتی بین دو کشور بیشتر باعث میشود که مشخصا جناب مومن صاحب در مورد تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد مراکز پروسس و فرصت هایی که در افغانستان وجود داره بحث خواهد داشت. در این نشست آنچنان که با گزارش شما آمده بود که در مورد ترانزیت کالاهای صادراتی افغانستان از راه ازبکستان هم خواهد است که گفتگوی صورت بگیره، شما پیشنهادتان چی است که در این قسمت باید کدام موارد بیشتر مد نظر گرفته شود تا سهولت بر بازارگانان با ایجاد شود تا اینا بتوانند از طریق ازبکستان کالاهای صادراتی ما را به کشورهای دیگر صادر بکنند؟ ما با ازبکستان تفاهمنامه ترانزیتی چند جانبه داریم که کشورهای مختلف دخیل هستند و میتونیم که توسط راه آهن از کشور ازبکستان به سایر کشورهای آسیای مرکزی حتی به روسیه انتقالات داشته باشیم. در این بخش قبلا تفاهم نامه ها و قرارها امضا شده، ولی ضرورت احساس می شود که امی کارا عملی شود. مشخصا سیستم گمرکی ما که با ازبکستان یکسان شود فعلا متفاوت است. اعضای سکتور خصوصی از سیستم گمرکی افغانستان و ما همچنان از سیستم گمرکی ازبکستان خبر نداریم و سیستم گمرکی افغانستان و ازبکستان هم متفاوت است. در این بخش ما پیشنهادات خود داریم که باید یکسان شود و مشکلات گمرکی که ما در افغانستان داریم باید حل گردد، بنادر خشکه باید ساخته شود و ما وسانی بتانیم اموال خود از طریق ازبکستان و کشورهای آسیای مرکزی صادر کنیم. این یک بود قضیه است که ما از خاک ازبکستان استفاده میکنیم. در مقابل ازبکستان هم شدیداً به افغانستان ضرورت داره و میتونند که با استفاده از خاک افغانستان با کشورهای آسیای جنوبی صادرات داشته باشند، انتقالات داشته باشند. یعنی رابط فعلی قسمی شده که هم به نفع ازبکستان است و هم به نفع افغانستان است. در مورد حجم تجارتی افغانستان با ازبکستان میشه که صحبت های داشته باشین به این که فعلا حجم تجارتی ما سالانه به چقدر میرسه، عمده ترین چیزهایی را که ما از ازبکستان وارد میکنیم چی چیز است و کالاهای صادراتی ما با کشور چی چیز را تشکیل میده؟ دو الی سه سال قبل حجم تجارت ما با ازبکستان تقریبا 2.5-3 میلیون دلار میرسید، ولی با گذشت زمان با هماهنگی بیشتر و ثبات رابط سیاسی بین دو کشور، امضای تفاهم نامه ها، حجم تجارت ما تقریبا به 600 میلیون دلار میرسد که 200 میلیون دلار صادرات ما هست و 400 میلیون دلار واردات ما هست. واردات اکثر مواد غذایی را ما به افغانستان وارد میکنیم و صادرات مشخصا سنگای قیمتی و نیمه قیمتی را ما به کشور ازبکستان صادر میکنیم و همچنان نباتات طبی را به ازبکستان صادر میکنیم. ما توقع داریم که با گسترش رابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان حجم تجارت ما به 1 میلیارد دلار نزدیک شود.
نشست که قرار است که در ازبکستان برگزار شود، شما پیشنهادات مشخصتان به حکومت گفتین. بارها چنین نشست ها مشاهده زی بودیم که برگزار شده، تعهدات از طرف کشورهای شامل از این نشست ها صورت گرفته، اما متاسفانه برای تعهدات عملی نشده. برنامه هایی که در اونجا رویش صحبت شده، گام های هیچ عملی به خاطر از اونها برداشته نشده. چی امیدواری وجود دارد که این بار در این نشست تعهدات که صورت میگیره واقعا هر دو کشور با او پابند باشند و او را عملی بکنند؟ یک چیز بسیار واضح هست، نشست های فعلی با نشست های قبلی که 5 سال قبل 6 سال قبل ما داشتیم متفاوت هست. با ما چیز ثابت شده که تقریبا 3 سال اخیر حکومت وحدت ملی و همچنان سکتور خصوصی، مشخصا اتاق تجارت صنایع افغانستان که با حکومت یک جا در مذاکرات داخل بوده، نتایجش خوب بود. یعنی حداقل ما به نتیجه نسبی رسیدیم. ما توقع داریم که نشست که ما در ازبکستان داریم هم نتایج فوق العاده خوبی را داشته باشد. یگانه مشکلی که ما داریم و به نتیجه نرسیدیم تا به حال این است که ما کوشش میکنیم سرمایه گذاران خارجی را، ازبکی را و بعضی که سرمایه گذاران خارجی دیگری را به افغانستان دعوت کنیم که در افغانستان سرمایه گذاری کنند، ولی در افغانستان موانع و مشکلات بسیار زیاد است که در این بخش تا بال زمین سازی نشده، ولی در بخش های مختلف دیگر به نتایج خوبی رسیدیم. در نشست ازبکستان از بخش خصوصی میشه بگویید که چقدر سرمایه گذارهای ما شرکت خواهد کردن؟ در کل 28 نفر از افغانستان اشتراک میکنن که بودن 10 نفر از مقامات دولتی است، باقی مانده اعضای سکتور خصوصی ما هستند. تشکر، سپاس از افتان در برنامه. بین هم به های مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. پنجاه کیلوگرم آرد 1160 افغانی، 1 لیتر روغن 75 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 35 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 100 افغانی و 1 کیلوگرم چای 320 افغانی. لحظات دیگر بهره‌مند شدن هزاران خانواده از برق وارداتی در بادغیس. برای نخستین بار در ولایت بادغیس تا کمتر از 10 روز دیگر هزاران خانواده از برق وارداتی بهره‌مند می‌شوند. نخستین بار در ولایت بادغیس تا کمتر از 10 روز دیگر از برق وارداتی هزاران خانواده بهره مند میشوند. وزارت انرژی واب میگوید که دستگاه های برق وارداتی از ترکمنستان به این ولایت ساخته شدند و به زودی با آغاز روند توزیع برق در حدود 16 هزار خانواده در بادغیس از نور برق بهره مند خواهند شد. از سوی دیگر شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که با توزیع برق وارداتی در بادغیس صنعت و بازرگانی در این ولایت توسعه خواهد یافت. سرانجام پروژه رسانیدن 16 مگاوات برق وارداتی از ترکمنستان به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس که بیش از 6 سال را در بر گرفت و بهره برداری سپرده می شود. این پروژه بارها به علت نامنی ها با تاخیر روبرو شده بود. فعلا وزارت انرژی و شرکت برشنا روی تاریخ های احتمالی که تست برق باشه و همچنان تاریخ وصل شدن دائمی برق باشه گفتگو دارن که به زودی تاریخ ها ممکن امروز به جانب ترکمنستان داده بشه تا جانب ترکمنستان آمادگی خود در داخل گرفته بتونن. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که در حال حاضر تنها شماره اندک از باشندگان بادغیس از برق حرارتی و آن هم با پرداخت بیش از 40 افغانی برای هر کیلووات استفاده میکنند و با توزیع برق وارداتی این هزینه ها به حدود 4 افغانی برای هر کیلووات کاهش خواهد یافت. در چند تا مفاد کلی را در این مسئله داره. یک حفظ محیط زیست است، از قطع جنگلات امید است در حاشیه جنگل قریه‌جات قرار داره جلوگیری از این مسائل صورت بگیره. دیگه یک وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه در بحث صنعت و بحث تجارت و این مسائل. کشیده شدن سیم برق 110 کیلووات از مرز ترکمنستان تا قلعه نو ساخت سبستیشن برق در این شهر نزدیک به 15 میلیون دلار هزینه برداشته است.
اما 3 ماه پیش وزارت انرژی و آب ناگزیر شد تا با هزینه نمودن 1.8 میلیون دلار دیگر برای بخش هایی که در مسیر این سیم برق قرار دارند نیز برق رسانی کند تا بتواند امنیت این پروژه را تامین نماید. برای بحث بیشتر رضا حیدری مشاور وزارت انرژی و آب اینجا با ما هستند. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. قایدری، در مورد برق وارداتی که از ترکمنستان قرار است که به ولایت بادغیس برسه میشه، جزئیات بیشتر بتین به اینکه کارهای ساخت دستگاه های برق وارداتی تا چه اندازه کاراش پیش رفته، چه زمان شما روند توزیع برق به این ولایت آغاز خواهد کرده؟ با سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون طول نیوز، پروژه برق رسانی به ولایت بادغیس که برق وارداتی از کشور ترکمنستان شامل 3 بخش میشه. یکیش خط انتقال برق 110 کیلوولت هست از مرز ترکمنستان تا شهر قلنا و مرکز ولایت بادغیس. ساخت یک ساب استیشن هست به ظرفیت 16 مگاوات در خود شهر قلنا و همچنان شبکه 20 کیلوولت و شبکه 400 ولت در داخل شهر که کار 2 بخش های ولتیج یعنی ولتاژ بلند ساب استیشن و خط انتقالش خوشبختانه به مراحل نهایی رسیده و فاینل هست. کار تست و کمیشنینگش یک بخش هم پیش رفته همچنان که در مصاحبه شما هم کار از وزارت گفتن. فقط بخش شبکه توزیعش هست و هم که تا به صورت بسیار خوب پیش رفته و در آینده بسیار نزدیک شرکت برشنا، یعنی پروژه از وزارت انرژی و آب به شرکت برشنا تحویل داده میشه تا اونا بتونن که در واقع توزیع برق به مشترکین در شهر قلنا و مرکز ولایت بادغیس داشته باشه. با چقدر از خانواده ها برق داده خواهد شد؟ خب ظرفیت کل پروژه 16 مگاوات هست ولی ما در آینده نزدیک احتمالاً بین 2 تا 3 هزار در واقع مشترک را در شهر قلنا میتونیم داشته باشیم. این قابل افزایش هست دیگه، او در واقع کارهای بسیار یعنی ارزان‌تر هست که خود شرکت برشنا که وقتی مدیریت پروژه را به عهده بگیره بهره برداری پروژه را میتونه که اینا را انجام بده. ما میتونیم بگیم که شاید تا نزدیک 10 هزار تا بیشتر هم مشترک میتونه که برق داده شود از همین ساب استیشن. تنها ظرفیت پروژه شما گفتین که 16 مگاوات است، آیا این افزایش پیدا خواهد کرد یا که به همین اندازه باقی میمونه؟ چون مردم بیش از اندازه نیاز دارن که برق داشته باشن خصوصا در ولایت های ما. بله، خب فعلا این پروژه فقط از ترکمنستان به ولایت بادغیس آمده و به خاطر همون موقعیت جغرافی ولایت بادغیس که در گوشه واقع شده و به ترکمنستان بسیار نزدیک هست، ما 10 مگاوات در واقع ظرفیت ساب استیشن رو داریم که ولتاژ 110 کیلوولت رو به 20 کیلوولت تبدیل میکنه و قابل توزیع هست. اما ظرفیت لاین خیلی بیشتر از این حرف هاست. نظر به ضرورت برق هر چقدر که ضرورت داشته باشن میشه که در واقع در آینده ما اکستنشن و افزایش ظرفیت داشته باشه. میشه در مورد ولایت بادغیس بیشتر بر ما جزئیات بتین به اینکه نیازمندی مردم به برق در اونجا چقدر است و چقدر از خانواده ها در حال حاضر اونا عملا از نور برق بهره مند هستند؟ یک تعداد بسیار کمی از مردم در واقع مرکز ولایت قلنا از برق دیزلی استفاده میکردن مثل اکثر ولایت های کشور و با وجود از اینکه اینا بسیار نزدیک بودن به در حدود 50 کیلومتر چیزی کمتر یا بیشتر به کشور ترکمنستان، اما سالهای سال در واقع از برق وارداتی، برقی که پاسخگوی نیازهای از اینا باشه، محروم بودن. خوشبختانه با این پروژه ما تانستیم که در واقع برق وارداتی را، برق مطمئن و پایدار را به نحوی به مرکز ولایت برسانیم. اشاره هم شد در گزارش شما که در حدود 3 میلیون دلار به خاطر رفع مشکلات امنیتی از این پروژه که سالها یکی از چالش‌های اساسی از این پروژه بود، از سال 2012 قرارداد شده بود اما به هر دلیلی پروژه به تعویق می‌افتاد بارها ما مجبور شد وزارت که این قراردادش را تمدید بکنه به خاطر از اینکه یک ساحه در حدود 10 یا بیشتر کیلومتر ای در اختیار مخالفین بود و در واقع اجازه نمیدادن که کار پروژه پیش بره. اما با ابتکار وزارت ما همین 3 میلیون دلاری که اختصاص داده شده بود مقدار کمتری را در 1.8 میلیون دلار قرارداد کردیم همراه یک کمپانی که اونا به همین مردمی که در مسیر قرار دارن برق بدن. یکی از ابتکارات خوب وزارت برای این پروژه بود. امیدوار هستیم که با تطبیق از این پروژه هم رضایت مردم محل گرفته شود و همین که ما در واقع همو حمایت اجتماعی را از یک از پروژه‌های زیربنایی داشته باشیم و در زمان بهره برداری از پروژه ما مشکلات قطع لاین و یا پرچوی یا در واقع مشکلات اجتماعی را برای از این پروژه نداشته باشیم. با رسیدن برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس میتونه این چقدر کمک بکنه در کاهش بهای برق در ولایت بادغیس؟ شما اشاره کردین به اینکه فعلا در حال حاضر بعضی از خانواده‌ها از برق دیزلی نو استفاده میکنن، که نی برق میرسه چقدر از اینا کاهش پیدا خواهد کرد؟ خب
شما میفهمین که برق امور رقم که گفتن زیربنای توسعه است. خیلی از بزنس ها، خیلی از کسب و کارها و خیلی از حتی تولیدات در واقع قابل توجیه میشه و خوشبختانه برق های ولتیج که به ولتاژ بلند که به مرکز ولایت بادغیس میرسه میتونه که صنعت را حتی در اوج در واقع رونق ببخشه و این خودش تاثیر میگذاره سر امنیت، سر اقتصاد منطقه و اصلا قیمت برق وارداتی از ترکمنستان با قیمت برق دیزلی قابل مقایسه اصلا نیست و برق خوشبختانه ترکمنستان هم یک کشوری است که ما روابط بسیار خوب در قسمت برق هم را از اونا داریم و هم بیشتر به خاطر عزیز که ما قیمت برق ترکمنستان را نمیتونیم که با قیمت برق حتی کشورهای دیگه که از اونها ما برق میگیریم مقایسه بکنیم. میشه در مورد پروژه هایتون با ولایت های دیگر هم بگوین؟ پروژه های برق رسانی با ولایت های دیگر در کنار بادغیس ما ده ها ولایت دیگر داریم که با مشکل کمبود برق اینا روبرو هستند. برنامه های شما در این قسمت چی هست؟ از سال 2015 یعنی در حدود 3 سال پیش به این طرف تمرکز وزارت انرژی و آب روی دو مسئله بسیار اساسی بوده. یکیش تمرکز روی پروژه های تولید برق در داخل افغانستان که شما خبرهای خیلی زیادی رو فکر میکنم همه شهروندان کشور از این پروژه ها شنیدن و ما بسیار خوشبین و امیدوار هستیم که این پروژه ها هر چه زودتر به مرحله اجرایی و بهره برداری حتی برسن. و مسئله دومی را که ما سر از او تاکید داشتیم و هنوز هم داریم بحث ساختن یک شبکه برق سراسری و اصطلاحاً سنکرون در کل کشور هست که ما به مثابه یک شبکه تمام نقاط تولید و نقاط مصرف را در کشور وصل بکنیم. پلان ما این بوده همیشه که ما بتانیم مراکز ولایت را که اوج مصرف برق بیشتر هست همه از اونها را به یک شبکه وصل بکنیم. پروژه‌های زیادی در سطح کشور در حال در واقع اجرا یا پلان هستند. متاسفانه ما یک مشکلی که داریم ما این پروژه های زیربنایی کاست زیادی دارن، یعنی هزینه زیادی دارن و ما زیادتر به دونرها وابسته هستیم. اگر چنین نبود ما میتونستیم که در پروژه های خیلی بیشتری را در زمان کمتری تطبیق بکنیم. شما در مورد پروژه هایتان اشاره کردین به اینکه مردم شاهد هستند که شما پروژه های زیادی را تانستین که کارهای عملیش حداقل آغاز بکنید. در مورد 29 بند که قرار بود ساخته شوه کار از اینا چقدر پیش رفت؟ گفته میشد که کارهای از اینا کلش متوقف است. واقعا چون چیزی است یا که کارها پیشرفتی هم داشته تا کنون؟ خب در طی مراحل تدارکاتی از این پروژه ما همیشه با مشکلات مواجه بودیم. در پروژه های زیربنایی از قبل هم چنین بوده، حتی در همین پروژه بادغیس که مورد بحث ما هست و امروز در برنامه خاطر از او خدمت شما و همتانان نظیر رسیدیم، ما در این هم مشکلات تدارکاتی داشتیم. در کنار مشکلات امنیتی که برای پروژه های زیربنایی هست و ما نیازمند از این هستیم که مشارکت اجتماعی را جذب بکنیم تا بتانیم اون مشکلات را به حد اقل برسانیم، مشکلات در قسمت طی مراحل تدارکاتی هم هست. در گذشته بوده و وقتی که ما یک کمپانی را که ضعیف هست یا به نحوی مشکلات داره او را انتخاب میکنیم، این مشکل تا آخر تطبیق پروژه باقی میمانه برای از ما و به نحوی مانع میشه و بعضی وقتها هم خود همین پروسه تدارکاتی هم طولانی شده در خیلی از پروژه‌هایی که ما داشتیم و این هم یک مشکل است. بله آقای دری، میشه در مورد ازی بر ما جزئیات بتین بگی که زیادتر از فلات‌های ما مرکزایشان اینا برق دارن، خانواده ها عملا در مرکز که اگر زندگی بکنن از نور برق اینا بهره مند هستن. میشه بگوین چقدر از فلسفالی های افغانستان هم از نور برق اینا عملا بهره مند هستن و از استفاده میکنن؟ چون یگانه مشکل در روستاها و در فلسفالی ها وجود داره که اینا کمتر بهشان توجه میشه و رسیدگی صورت میگیره. بله در پروژه های زیربنایی ما یک مسئله ای که باید دقت داشته باشیم، من خدمت شما عرض کردم که ما چون بودجه شافی خود ما به نسبت ضعف اقتصادی و کمبود در واقع دسترسی به منابع مالی در بودجه ما کم داریم در افغانستان، که یعنی پولی که خود ما در اختیار داشته باشیم، مجبور هستیم که در واقع پول یعنی کمک دونرها را زیادتر استفاده بکنیم از بانک انکشاف آسیایی، از بانک جهانی، از کیف دبلیو و دیگه ارگانهایی که در این قسمت همراه در واقع سکتور انرژی افغانستان، چه شرکت برشنا و چه وزارت انرژی و آب و چه ارگانهای دیگه مشغول کار هستند. خب یک فاکتور عمده کاست افکتیو بودن یا به نحوی اقتصادی بودن پروژه هاست، یعنی ما باید توجیه اقتصادی برای از این پروژه ها داشته باشیم که وقتی که مثلا چند میلیون دلار در یک پروژه خرج میشه آیا ریترن یا برگشت سرمایه هم همونقدر هست یا نه، آیا پروژه اقتصادی هستن یا نه. خب در خیلی از ولسوالی ها ما این مشکل باش روبرو هستیم، یعنی مصرف به اندازه کم هست که در واقع او هزینه خودش نمیتونه برداره و ما مجبور هستیم که به سولوشن های دیگه غیر از اینکه به شبکه برق اونها رو وصل بکنیم بپردازیم. شما دیدین که ما در چند جای افغانستان پروژه های سولر رو داریم که قبلا هم توسط وزارت احیا و انکشاف دهات در خیلی از ولسوالی ها و روستاها تطبیق شده
و یک رویکرد جدید را وزارت انرژی آب آغاز کرده، به خاطر از اینکه ما بتانیم در این ولسوالی ها و در جاهایی که در واقع بردن شبکه برق و وصل کردن از اون مناطق به شبکه برق اقتصادی نیست و ما نمیتونیم که دونرها را توجیه بکنیم که پیسه خود اوجا در واقع خرج بکنن، بتانیم ما یک سولوشن دیگه ای را در اوجا داشته باشیم. این پروژه زیر کار هست تحت عنوان مطالعه سکتور انرژی برق افغانستان با بانک جهانی. تشکر، سپاس از حضورتان در برنامه. و این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 50 افغانی، یک لیتر پترول 47 افغانی، یک لیتر دیزل 45 افغانی. تا لحظات دیگر. چگونگی روابط بازرگانی افغانستان و ایران. روابط بازرگانی افغانستان و ایران در حال گسترش است و گفته می شود که قرار است یک کمیته بازرگانی میان دو کشور نیز ایجاد شود. به ادامه برنامه بازار خوش آمدید. سرخط خبرها یک بار دیگر. تلاش برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان. وزارت صنعت و تجارت از راه اندازی نشست برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان خبر می دهد. بیشترین اما فوکس بالای سکتور خصوصی است که چطور ما می توانیم اینا رو با هم نزدیک بسازیم و گفتگو آغاز شد که روابط تجارتی ما که پس از سفر جلسه رئیس جمهور افغانستان با ازبکستان رو به افزایش است. بهره‌مند شدن هزاران خانواده از برق وارداتی در بادغیس. برای نخستین بار در ولایت بادغیس تا کمتر از 10 روز دیگر هزاران خانواده از برق وارداتی بهره‌مند می شود. فعلا وزارت انرژی و شرکت برشنا روی تاریخ های احتمالی که تست برق باشه و همچنان تاریخ وصل شدن دائمی برق باشه گفتگو داره. انتقاد از ناکارایی پروژه فایبر نوری. آگاهان بخش فناوری میگن که فایبر نوری از پروژه های با هزینه بلند و ما ناکام حکومت بوده است. متاسف در افغانستان با مو شرایطی که ما نیاز داریم به فایبر نوری نیست. و حکایت یک مهاجر سوری در آمریکا. یک مهاجر سوری که به علت نبردها کشورش را ترک کرده است، در یکی از رستوران‌ها در ایالات متحده آمریکا کار می‌کند. روابط بازرگانی افغانستان و ایران در حال گسترش است و گفته می شود که قرار است یک کمیته بازرگانی میان دو کشور نیز ایجاد شود. گفته می شود که رئیسان جمهور هر دو کشور در حاشیه نشست شانگهای روی ایجاد این کمیته گفتگو کردند. اتاق تجارت و صنایع می گوید که ایجاد این کمیته به سود هر دو کشور است و در حال حاضر 25% تجارت افغانستان با ایران است و این کشور نقش سازنده در تجارت افغانستان دارد. رئیسان جمهور افغانستان و ایران در حاشیه نشست شانگهای در چین روی ایجاد یک کمیته بازرگانی میان دو کشور گفتگو کردند تا این کار سبب گسترش روابط بازرگانی میان افغانستان و ایران شود. اتاق تجارت و صنایع میگوید که 25% تجارت افغانستان با ایران است و این کشور یکی از شریک خوب بازرگانی برای افغانستان است و اگر کمیته بازرگانی میان دو کشور ایجاد شود، این کار به سود هر دو کشور میتواند باشد. بیشترین تجارت ما با ایران داریم. در حال حاضر سرمایه‌گذاری ها در بندر چابهار صورت میگیره، از بندر عباس، از قلمرو ایران ما استفاده میکنیم برای صدور و ورود کالاها، از این استفاده میکنیم. در این حال آگاهان امور اقتصادی میگویند که گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای همسایه سبب خواهد شد تا صادرات کشور افزایش یابد و نیز افغانستان از وابستگی به یک یا دو کشور در منطقه رهایی یابد. علاوه از اینکه ما به صورت رسمی در حقیقت رفت آمد داره کالاها برای ایران، به صورت غیر رسمی و قاچاق نیز بسیار مطرح است و در پالویش هم عادت مصرف هم ایجاد شده و در پالوی از اون عادت مصرف پولی هم مطرح شده.
اتاق تجارت و صنعت میگوید که در سال گذشته ایران با صادرات کالاهای ارزش بیشتر از 1,980,000,000 دلار به افغانستان بزرگترین شریک بازرگانی کشور بوده است. این مورد بیشتر صحبت میکنیم به این که رابطه بازرگانی افغانستان ایران در حال گسترش است و هر دو کشور میتونه که نقش سازنده در گسترش رابطه بازرگانیشان داشته باشه. همچنان قرار است که یک کمیته بازرگانی میان افغانستان و ایران هم ایجاد شود تا بیشتر تلاش شود به این که رابطه هر دو کشور گسترش پیدا بکنه. افغانستان امیدوار است به این که بتونه صادرات خود به این کشور افزایش بده و همچنان از طریق از این کشور ترانزیت داشته باشه کالاهای خود به کشورهای دیگر. در همین مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد با احمد ضیا ضیا، آگاهی امور اقتصادی. سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید. آقای ضیا، آنچنانه که گفته میشه که در نشست شانگهای رئیسان جمهور افغانستان و ایران روی ایجاد یک کمیته بازرگانی بین افغانستان و ایران گفتگو کردن، از دید شما اگر این کمیته ایجاد میشه میتونن چقدر ما را کمک بکنن به این که ما بتونیم بیشتر رابط بازرگانی خود با ایران گسترش بدیم و بتونیم که از راه از این کشور هم داخل ما کالاهای خود ترانزیت بکنیم به کشورهای دیگر، چون چابهار یک گزینه بسیار خوبه بر افغانستان است؟ بسیار تشکر. بر شما معلوم است که ایالات متحده آمریکا از موافقه برجام برآمده و بالاخره بیم از این میره که جمهوری اسلامی ایران به تأثیرات اقتصادی امریکا متوجه شود. روی ملحوظ وقتی که در گذشته هم جمهوری اسلامی ایران از طرف با تأثیرات جهانی مواجه بود و نمیتونست که بالاخره مراودات یا معاملات تجاری خود با سایر کشور جهان داشته باشه، مخصوصا با ایالات متحده آمریکا و اروپا، حتی با هند. ما به یاد دارم که با هند معامله بارتری را در قرن 21 انجام دادیم، به این معنا که ایران به هند نفت صادر میکرد و در بدل گندم وارد میکرد از هندوستان. خب آیستا آیستا وضعیت طوری است که بالاخره ایران با مشکلات مواجه میشه در قسمت تجارت بین‌المللی خود. روی امی ملحوظ ایران در صدد عزیز که بالاخره روابط تجاری خود مثل سابق با کشورهای منطقه گسترش بده، از جمله افغانستان که فوق العاده برش مهم است، و کمیته که ایجاد میشه از یک طرف ببخشید کمک میکنه ما را در قسمت روابط تجاری دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران و در پهلوی ازی تجارت از مسیر ایران با سایر کشورهای دنیا. ولی چیزی که تا هنوز مبهم است و ای است که آیا تعذیرات ایالات متحده امریکا بندر چابهار یا داد و ستد از طریق بندر چابهار متاثر می سازه یا نمی سازه. اگر قرار باشه که ایالات متحده امریکا فشار وارد بکنه بالای هند و بالاخره با سایر کشورهای دیگه، در اینجا بالاخره افغانستان میمونه و ایران، و این بسیار مشکل میشه بر افغانستان که بتانه داد و ستد خود از طریق بندر چابهار گسترش بده و یا به پیش ببره، در حالی که جز بندر چابهار با افغانستان هیچ امیدی نیست. بر شما معلوم است که به شکل سنتی افغانستان معاملات تجاری خود با از طریق پاکستان و از طریق بندر کراچی انجام میداد با سایر کشورهای جهان، ولی پاکستان یک نوع کنش سیاسی و فرسایشی انجام میداد، یعنی به این معنا که بعضا اجازه میداد و بعضا باز بالاخره اجازه نمیداد، به این معنا که تجار افغانستان خسته می ساخت از این وضعیت تا بالاخره از تجارت بین المللی منصرف شود و صادرات خود تنها و تنها با پاکستان داشته باشه و انتخاب در دست پاکستان باشه که پاکستان وارداتی که از افغانستان داره ایره در داخل پاکستان به مصرف میرسانه، به سایر کشورهای دنیا به نام پاکستان صادر میکنه و یا دوباره پس به افغانستان صادر میکنه، و یا هم اگر افغانستان واردات می داشته باشه باید یگانه انتخابش کشور پاکستان باشه. روی همین ملحوظ افغانستان مجبور شد نه تر افغانستان بلکه هند، به خاطر ازی که پاکستان در بین تجارت هند و افغانستان که یک شریک تجاری بسیار خوب بود به شکل سنتی یک صد واقع شده بود و پاکستان و ببخشید افغانستان و هند مجبور بود که دور بزنه و یگانه راه دور زدن بندر چابهار بود. خب این معاملات آهسته آهسته پیچیده میشه و پیش بینیش تقریبا برای فعلا مشکل است، ولی چیزی که برای ما امید بخش است و این است که وقتی که ایران تحت فشار اقتصادی بین المللی قرار میگیره یک نوع نرمش در برابر افغانستان و سایر کشورهای منطقه نشان میده و میخواهد که روابط تجاری اقتصادی خود گسترش بده.
آقای ضیا، ایران از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تجارتی بر افغانستان میتونه چقدر آینده اهمیت باشه؟ خب اگر بگیم که از لحاظ واردات ایران یک کشور خوب است بر افغانستان، که میشه که از افغانستان ما واردات داشته باشیم، ولی از لحاظ صادرات افغانستان در حدی نیست که بتانه تمام محصولات خود به ایران صادر بکنه و او ظرفیت ما نداریم متاسفانه. ایران ظرفیت در ما نیست یا که بازار بر فرآورده های افغانستان در ایران وجود نداره؟ هیچ امکان نداره که بازاری در ایران وجود نداشته باشه، بازارهای در ایران وجود داره، ولی متاسفانه ما ظرفیتی کافی را نداریم. مثلا ما میتونیم به پاکستان همه چیز خود صادر بکنیم و یا از طریق پاکستان به هند همه چیز خود صادر بکنیم، به خاطر اینکه از لحاظ کلتوری و فرهنگی مشابهت های هست و بیشتر تمرکز سر استانداردها نمیشه. ولی اگر ما میریم به طرف مارکت ایران، ما مجبور هستیم یک سلسله معیارهای بین المللی و منطقه‌ای را مراعات بکنیم که وابسته به استانداردها می باشن. متاسفانه ما این ظرفیت نداریم. چیزی که برای ما امیدوار کننده است فقط استفاده از مسیر ایران به سایر کشورهای دنیا است. آقای ضیا، شما اشاره کردین به اینکه ظرفیت در افغانستان وجود نداره تا ما بتونیم که حداقل به ایران صادرات داشته باشیم با استاندارد. چرا حکومت کاری نمیکنه در بخش استانداردسازی صادرات ما؟ ما تا چه زمان معتاد یک کشور باشیم و بتونیم تنها به نام کشور صادرات داشته باشیم و اون کشور هم هر زمانی که دلش بخواد راه را بر روی ما بسته بکنه؟ چرا حکومت در قسمت استانداردسازی صادرات افغانستان کاری نمیکنه؟ من فکر میکنم یک برداشت نادرست شده از اینکه حکومت باید چی بکنه چی نکنه. به اساس ماده ده قانون اساسی سیستم اقتصاد افغانستان سیستم بازار است و سکتور خصوصی تمام فعالیت‌های انتفاعی را به عهده داره و سیستم و سکتور خصوصی مکلف است که سطح تولیدات داخلی را بلند ببره و بالاخره اشتغال زایی بکنه. متاسفانه ما یک سکتور خصوصی در اوایل یک سکتور خصوصی نوپا داشتیم، ولی رفته رفته این سکتور خصوصی نوپای ما به یک سکتور پسیو یا کاهل مبدل شده. یعنی هیچ گاهی نمیخواد که ابتکار از خود ابتکار نشان بده، فقط در صدد عزیز که چگونه بر از امکانات میسر شوه یا از استفاده بکنه. سکتور خصوصی از این که در قسمت تولیدات کار کرده باشه و یا هم در قسمت صادرات کار کرده باشه، فقط در فکر عزیز که چگونه امته بی کیفیت از کشورهای منطقه و کشورهای همسایه به افغانستان وارد بکنه و از ظرفیت پایین مستهلکین، البته آگاهی هدف از آگاهی از عدم آگاهی مستهلکین استفاده سو بکنه و اموال و امتی بی کیفیت با قیمت بلند و گزاف به فروش برسانه، که از یک طرف هم مستهلکین ضربه میزنه و از طرف دیگه هم سکتور صنعتی ما را ضربه میزنه. ای کاش سکتور خصوصی به فکر از این می بود که چگونه برای خود مارکت یابی بکنه، چگونه بالاخره به فکر از این باشه که محصولات یا فرآورده های خود به اونجا صادر بکنه و به قیمت خوب به فروش برسن. نه تنها ایران، بازارهای دیگه است که با سکتور خصوصی ما فعالانه سهم بگیره، ولی متاسفانه که تا حال نتونستن. ممنون از اینکه در برنامه حضور یافتید. و این هم نرخ شماره ارزها در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 55 پول، یک یورو 83 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 588 افغانی. تا لحظات دیگر. تعهد حل شدن مشکل پرچوی برق در ننگرهار. ریاست شرکت برشنا در ولایت ننگرهار میگوید که بزودی پرچوی های برق در این ولایت به گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت.
متوسط شرکت برشنا در ولایت ننگرهار میگوید که به زودی پرچوی های برق در این ولایت به گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت. مسئولان این ریاست میگویند که در حال حاضر توزیع برق در ولایت ننگرهار بیش از ظرفیت دستگاه های این ولایت است و همین موضوع باعث افزایش پرچوی ها و مشکلات فنی در دستگاه های برق شده است. آنان می افزایند که به زودی ترانسفورمر های جدید در این ولایت به بهره برداری سپرده می شود که با بهره برداری آنها پرچوی ها در این ولایت کاهش خواهند یافت. رئیس شرکت برشنا در ولایت ننگرهار میگوید که با در نظر داشت اینکه ننگرهار و به ویژه شهر جلال آباد مرکز مهم برای فعالیت های بازرگانی و صنعتی است، نیازمندی به برق نیز در آن بیشتر است، اما برقی که در حال حاضر این ولایت در دست است دارد بسیار اندک است. وی می افزاید که شرکت برشنا با تکمیل پروژه های نیمه کاره و راه اندازی چندین پروژه جدید در نظر دارد تا مشکل کمبود برق را در ننگرهار تا اندازه زیاد حل کند. ننګرهار ولایت کې سلورم پاور ترانسفورمر چاري چې د څو مودې نه وروسته سموده مخکې په ټاپه ولاړې وي د پنځو ورځو نه راپدې خو هغه کار عملا شروع شو چې د مرکز څخه موږ دوه ګروپونه راوستل چې هم د شپې او د ورځې لخوا کار کوي. از سوی هم رئیس شرکت برشنا در ننګرهار می افزاید که به زودی پروژه های برق خورشیدی در ننګرهار و لغمان راه اندازی خواهند شد که با بهره برداری آنها بخش از برق مورد نیاز این دو ولایت فراهم خواهد شد. ګرا لوی ولایت دا فابریکات هم پکې زیات دي او لغمان خو تاسو پیږئ چې وړوکی ولایت ده چې اوس په لال 5000 مشترکین برق لري او مصرف یې د پیک په وخت کې 2 میگا واټ ته رسیږي. یعنی که چیرته په اوسط ډول 1 کیلو واټ ډیزاین په وخت حساب کې به 15 میگا واټ وي. بر بنیاد اطلاعات ریاست شرکت برشنا در ولایت ننګرهار تنها شهر جلال آباد در حال حاضر به 170 مگاوات برق نیاز دارد، اما حتی با بهره برداری ترانسفورمر چهارم در این شهر برق در دسترس آن تنها به 75 مگاوات خواهد رسید. مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور اقتصادی از طرح به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که در نظر دارد در حوزه‌های مشخص اقتصادی بسته‌های از امتیازات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند تا آنان تشویق شوند تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. امتیازات چون معافیت‌های مالیاتی، زمین فضای کاری مناسب و قوانین سهل برای سرمایه‌گذاران شرکت‌های داخلی و خارجی در نظر گرفته خواهند شد. در این حال شمار از آگاهان امور اقتصادی بدین باور است که این اقدام از یک طرف تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر بر کاهش بیکاری در کشور نیز مؤثر خواهد بود. سرمایه‌گذاران میان از بیرون از یک مملکت با سرمایه گزاف خود در یک بخش در بخش زراعت یا صنعت یا معادن سرمایه گذاری میکنن، برای اینکه سرمایه از اونا محفوظ باشه و اونا تشویق شوند که بیان، برای اونا یک مرخصی معین مالیاتی داده میشه از طرف دولت افغانستان و این مرخصی معین مالیاتی اونا رو تشویق میکنه که سرمایه های خود در حالت فعلی که افغانستان اونقدر جذاب نیست برای سرمایه گذاری اونا بیان و اینجا برای اشتغال، برای ترویج صنایع معین در بخش های معین از قبیل زراعت، معادن یا خدمات یا موضوعات صحی در بخش های مختلف میتونن سرمایه گذاری بکنن، در یک منطقه معین جغرافیایی قرار داشته باشن و در اونجا خدمات خود عرضه بکنن و تمام تولیدات که اینا میکنن تمامش برای صادرات باشه، نه برای که در داخل مملکت بلکه برای صادرات خارجی. و این زون های خاص اقتصادی هرگز با اقتصاد داخلی یا به تولیدات داخلی یا در بازار داخلی رقابت کرده نمیتونن. اینا اجازه ندارن که تولیدات خود در بازار داخلی به فروش برسانن. اینا تمام تولیدات خود برای صادرات تولید میکنن و اشتغال به وجود میارن در مملکت و از فیس و از پولی که بخاطر ارائه خدمات دولت از اینا میگیره یک عاید است و خود کاریابی یک عاید دیگه و ترویج صادرات در عاید ناخالص عمومی مملکت یک رقم گزاف. مثلا به طور مثال ما برای شما بگویم که در ظرف 30 سال حیات یک زون اقتصادی اگر ما حساب بکنیم یا 35 سال حیات که دمی مدت اندازه گیری میشه میتونه در حدود 60 الی 70 میلیارد دلار در عایدات ناخالص مملکت اینا اضافه بسازن. مثلا به طور مثال یعنی در حدود حداقل 2 میلیارد دلار سالانه میشه به صورت وسطی و در حدود هر شغلی که در زون اقتصادی به وجود میایه به مقابل 7 الی 14 شغل در خارج از زون در مملکت به وجود آورده میتونن، اشتغال غیر مستقیم. از اون خاطر بر اشتغال هم یک چیز بسیار خوب است و در این زمان یک موضوع دیگه که بسیار مهم است و است که ما حکومتداری خوبه
رایج میسازیم برای اینکه این زون ها و این نو سرمایه گذاری ها اینا تسهیلات میخواین و این تسهیلات عبارت از است که امی کاغذ پرانی کم باشه در مدت بسیار محدود جواز از اینا صادر شوه در مدت محدود باید ویزه بگیرن در مدت محدود لایسنس های از اینا باید درست شوه در مدت محدود صادرات از اینا پکینگ شوه و صادر شوه از مملکت و این سرعت عمل در اقتصاد مملکت زیاد میسازه و مثال خوب حکومت داری برای حکومت های محلی و حکومت ملی میشه و در این زمان بر سکتور خصوصی ما هم برای از اینکه اونا از تکنولوژی وارد شده از اینا میتونه که بیاموزن و قوای اشتغالی که در اینجا وجود میاد در بین از اینا همی قوای کاری که وجود میاد این قوت کار و این تخصص کاری در مارکت داخلی هم میتونه صادر شوه و میرن با تخصصات در مارکت های داخلی داخل میشن و در اونجا یک تعدادشان سرمایه گذاری میکنن همی کارکنان که در اونجا آموختن یک تعدادشان میرن در فابریک های داخلی شروع به کار میکنن و از نگاه تربیه و تخصص تربیوی هم برای اقتصاد مفید ممد واقع میشه. موضوع ممده دیگه که بسیار مهم است که باید مدنظر بگیریم همی سرمایه را که ما به افغانستان جلب میکنیم اگر ما جلب نبکنیم این سرمایه میره به یک جای دیگه در ممالک دور و نزدیک ما جای پیدا میکنه و این در بر اقتصاد ما رقیب میشه. پس به صورت غیر مستقیم ما از رقابت های اقتصادی هم جلوگیری میکنیم. این سرمایه که در داخل افغانستان مصرف میشه برای بهبود صنایع افغانی و تولیدات افغانی و صادرات افغانی مصرف میشه، این محدودیت رقابت ها هم در منطقه به ضد افغانستان محدودتر میسازه و این هم یک صفت دیگه زون های خاص اقتصادی است. من اجازه بدید که خود واضح بسازم، یعنی ما یک سایه را یک تسهیلات را به شرکت های داخلی و خارجی معیا میسازیم تا او بیان تولیدات مشخص خود در بخش هایی که هستن از این تسهیلات استفاده کنن و تنها این تولیدات خود به خارج از کشور صادر. بله، و این نه تنها به شرکت ها بلکه بر سرمایه گذار های خارجی و داخلی که میخواهند این زون سرمایه گذاری بکنن و میان فرض میکنم یک کسی میخواد یک کمپانی بسازه، یک سرمایه گذار خارجی میگه که من همراه خودت شریک میشم در این زون کمپانی میسازیم، یک فابریکه میسازیم بر تولید جوس و میوه خشک. اینال فرض میکنم کارکنان افغان یا باغدارای افغان میتونن با همراه از اینا شریک شون و از تولیدات باغ خود و از تولیدات زمین خود به فابریکای از اینا مواد میتن و اینا در فابریک های خود ایره به جوس و به ربا و تولیدات دیگه بهتر. آگاهان بخش فناوری میگن که فایبر نوری از پروژه های با هزینه بلند و ما ناکام حکومت بوده است. آنان میافزاین که پس از گذشت زمان طولانی از آغاز کار این پروژه حکومت تا کنون نتوانسته است تمام بخش های کشور را زیر پوشش فایبر نوری قرار دهد. اما مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگن که تلاش دارند این شبکه را با کیفیت بهتر در تمام ولایت های کشور گسترش دهند. قرار بود که شبکه فایبر نوری خدمات اینترنتی را از زیر زمین در سراسر کشور گسترش بدهد، اما اکنون دیده می شود که این پروژه با مشکلات بزرگی روبرو است و کارهای آن به کندی و پیش می رود. آگاهان بخش فناوری حکومت را در کار گسترش فایبر نوری به کوتاهی و بی‌پروایی متهم می سازند. با تاسف در افغانستان به مو شرایطی که ما نیاز داریم به فایبر نوری نیست. اکثریت ولایت هایی که ما ببینیم و یا در مرکز ما بررسی بکنیم فایبر نوری به محدی که نیاز است هنوز تطبیق پیدا نکرده. در این حال مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگن که نهاد تلاش دارد که شبکه فایبر نوری کشور را با شبکه های فایبر نوری کشورهای همسایه پیوند دهد تا کیفیت خدمات اینترنتی در کشور بهبود یابد. فعلا ما 25 ولایت تحت پوشش شبکه فایبر نوری قرار دارد و در تلاش هستیم که به زودترین فرصت متبقی 8 ولایتی که داریم نیز تحت پوشش شبکه فایبر نوری قرار گیرد و مردم ما از خدمات فایبر نوری مستفید شوند. بر بنیاد اطلاعات وزارت مخابرات در حال حاضر شبکه فایبر نوری با درازای 5000 کیلومتر در 25 ولایت کشور کشیده شده است، اما شمار از شهروندان کشور میگن که در بسیاری از بخش‌های از کشور خدمات اینترنتی از روی فایبر نوری وجود ندارند. یک مهاجر سوری که به علت نبردها کشورش را ترک کرده است در یکی از رستوران‌ها در ایالات متحده آمریکا کار می‌کند. او میگوید که در حال حاضر زندگیش در مقایسه با زمانی که در اردن به سر می‌برد بسیار خوب است. در این حال کسانی که از غذاهای دست پخته او خوردن از این غذاها خوشنود هستند.
مجید عبدالرحیم 29 ساله مهاجر سوریه‌ای است که در ایالات متحده آمریکا در جریان ماه رمضان در یک رستوران سرآشپز است. او در سال 2013 هنگامی که سوریه دچار نبردهای سخت بود کشورش را ترک کرد و اکنون در آمریکا به سر می‌برد. میگوید که روزهای خوب سوریه را فراموش نخواهد کرد. بسیار دشوار است که مهاجران سوریه‌ای روزهای را فراموش کنند که سوریه چه بود و اکنون چه شده است. او مدتی را در اردن نیز به سر برد، اما آنجا زندگی برایش بسیار دشوار بود. زندگی با دو طفلم در اردن بسیار دشوار بود. ما هیچ کمک دریافت نمی کردیم و اجازه کار را نیز نداشتیم. مسئول رستورانتی که عبدالرحیم در آن کار می کند از کار او خرسند است. مردم از وضع کشورهای دیگر آگاه هستند، اما شاید حتی نتوانند با یک پناهجو ارتباط برقرار کنند. آنچه که جالب است این است که ما میان این دو جهان مانند یک پل هستیم. این موضوع برد برد است. من از دست پخت او میخورم و در مقابل احساس میکنم که در لحظه های بسیار دشوار با او کمک میکنم. این در حال است که اکنون هزاران مهاجر سوری در اردوگاه های پناهجویان در اردن با دشواری های فراوان اقتصادی روبرو هستند. این هم فشرده چند خبر. وزارت صنعت و تجارت از راه اندازی نشست برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان خبر می دهد. برای نخستین بار در ولایت بادغیس تا کمتر از 10 روز دیگر هزاران خانواده از برق وارداتی بهره مند می شوند. آگاهان بخش فناوری میگن که فایبر نوری از پروژه های با هزینه های بلند و اما ناکام حکومت بوده است. و یک مهاجر سوری که به علت نبردها کشورش را ترک کرده است در یکی از رستوران ها در ایالات متحده کار میکند. سپاس از اینکه در برنامه بازار همراهی مان کردید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.